هفت، در آغاز تشریح مسائل اسماء درباره اسم مفرد و مثنا و جمع صحبت هایی داریم که اولا به مفرد آغاز میکنیم. اولا اسم مفرد اسمی است که دلالت بر یک چیز میکنه، مانند رجل، و مفرد از حیث حرف آخر آن به پنج نوع تقسیم میشه. یعنی حرف آخر اسم چیست و به مو اساس مفرد به پنج دسته تقسیم میشه. دسته اول ازی صحیح است، که یعنی در آخرش تماما حروفش صحیح است و حروف علت وجود نداره و حروف علت عبارت است واو، الف، یاست که مجموع آن وای میشه، و به این ترتیب میبینیم که رجل، محمد، سلمان، شفیع، نور، رسام، حدیقه، داخل هیچ کدامی از این حرف علت وجود نداره. ببینیم رجل لام، محمد دال، سلمان نون، شفیع عین، نور را و رسام میم، حدیقه تای مربوطه. دیگه در هر جایی که شما میخواستین اسم مفرد صحیح از اسم مقصور و منقوص و ممدود جدا بسازین، ایره آخرش باید ببینین که آیا آخرش حرف صحیح هست یا حرف علت. زمانی که حروف صحیح در آخر اسم بود، او را به نام اسم صحیح میگن. اما اگر در آخرش الف مقصوره مثل عیسی، موسی، سلما، ذکرا، نشوا، تقوا، مرتضا اگر بود، ای را به نام اسم مقصور یاد میکنن. البته در اینجا ملاحظه کنین که ای به شکل یا نوشته میشه، اما ای الف است و یا در عربی در زیر ازمی رسم یا دو نقطه باید باشه تا او یا خوانده شود. اما ای که یایی که در زیرش نقطه نیست، او الف مقصوره خوانده میشه. عیسی مقصوره به نام مقصوره به خاطر از این که الف کوتاست، یعنی الف دراز نیست، مثل سلمان، عیسی، موسی، سلما و به این ترتیب. و اما اسم منقوص که در آخرش یا باشه، مثل القاضی، الناسی، المرضی، السامی، الحامی، الجانی، العالی، و این شرطش هم ایست که باید در اول اسم منقوص الف و لام باشه. اگر الف لام ما ورداشتیم، یعنی مثلا القادیره، قاد، القاضی، لامش پس کردیم، گفتیم که قاد، ای یایش از بین میره. قاد، ناس، مرض، سام، حام، جان، عال، به این ترتیب خوانده میشه. و اما اسم ممدود که در آخرش همزه و ما قبل از او الف باشه، او را به نام اسم ممدود یاد میکنن، مثل حمرا، صفرا، بنا، سما، قرا، سمرا، زرقا. ای اسمایی است که به نام اسم ممدود و آخرش همزه و ما قبل از آن الف است. و اما اسمای جاری مجرى صحیح، صحیح است اما در آخرش واو است، یعنی حرف علت است، مثل دلو، صف، حبو، سمو، رفو، کفو، قبو. اینا در آخر هر کدامش حرف واو است که به نام جاری مجرن صحیحیات میشه. ای بود
تعریف اسم مفرد که به پنج قسم تقسیم میشه: صحیح، مقصور، منقوص، ممدود و جاری مجرى صحیح، که هر کدام آن در اعراب احکام معینی داره که در جای مخصوص آن انشاءالله برایتان بیان خواهیم کرد.